صدات می کنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات می کنم بازم اونم بده، صدات می کنم تا دری وا کنی، توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم، به نور وجود تو ما بستم، به کی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغض و بگیره ازم، به کی که بفهمه عذاب منو، که دریا به ساز سراب منو، صدات می کنم تا نیاری به روت، نبودن ندیدن قیاب منو، بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قده اشارت کرد، ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد، مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهد آن که این امارت کرد، بهای باده چلعل است چیست جوهر عقل، بیا که سود کسی برد که این تجارت کرد، نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد، فغان که نرگس جمعش شیخ شهر امروز، فغان که نرگس جمعش شیخ شهر امروز، نظر به درد کشان از سر حقارت کرد، به روی یار نظر کن ز دیده منت دار، که کار دیده نظر از سر بصارت کرد، حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان گرامی، روزداران و مؤمنین عزیزی که در ماه مبارک رمضان روزه دارید و بیننده ما هستید در لحظات افطار، بیننده مهمان خدا، برنامه‌ای که الحمدلله جواب خوبی داده و بیننده زیادی رو جلب کرده به خودش. شبکه تلویزیونی استقلال در راستای برنامه‌های معارف اسلامی، برنامه‌های اینگونه در ماه مبارک رمضان تلاش خواهد کرد و بیش از پیش این تلاش رو انجام خواهیم داد تا بتونیم در ایام ماه مبارک رمضان با وابسته به اوضاع و شرایط برنامه‌های رو تقدیم حضورتان بکنیم که حداقل بتونیم کمی شما رو از این مشکلات بیرون بیاریم و زندگی دید شما یا دید عزیزان عده‌ای از عزیزان رو باز بکنیم نسبت به زندگی که میشه بسیار با سادگی خوشحال بود، میشه بسیار با سادگی زندگی رو بر وفق مراد خود ساخت. اینها حرفهایی هست که شاید عده‌ای فکر بکنن در قالب حرف هست، اما نه، اینگونه نیست. خدای ما خدای لایزال، خدایی که عالم و آدم در دست اوست، تمامی حیات در دست اوست، زندگی را برای ما ساخته، برای اینکه ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. ما خلیفه خدا بر روی زمین هستیم، انسان اشرف مخلوقات هست، چرا نتانه از این مزایا استفاده بکنه؟ چرا از افکار، از اذهان، از کرداری که در وجود ما وجود داره، در فطرت ما هست، نتانیم استفاده بکنیم؟ خوبی ها رو چرا نتانیم استفاده بکنیم؟ چرا بسیار بیدرنگ ازش بگذاریم؟ خیلی راحت میشه استفاده کرد، فقط کافیه یکم توجه بکنیم، یکم توجه بکنیم به کارهایمان، یکم توجه بکنیم به گفتارمان، یکم توجه بکنیم به اموری که داریم همه روزه انجام میدیم. اینجا مهمان خداست، ما در مهمان خدا مهمان داریم و پذیرای مهمانانی هستیم که در رابطه با زندگیشان صحبت میکنیم، در رابطه با امور روزمرهشان، در رابطه با بعضی از مسائل دیگه هم که پیش میاد و موضوعات علمی که هست، موضوعات اعتقادی که هست، قطعا صحبت میشه. برای اینکه امشب هم ایره نمیخوام شما رو منتظر بگذارم، من یک مهمان ویژه دارم در برنامه امشب، یک مهمانی که شاید قالب مردم با او آشنا باشن، شاید همه بشناسنش، یکی از اساتید هست، یکی از بزرگان، یکی از کسایی که سابقه بسیار طولانی داره در رشته خودش،
معرفی نمی کنم، معرفی رو میذارم بعد از وقفه. بریم یک نماهنگ ببینیم، بعد از نماهنگ برگردیم، مهمان ما در استودیو خواهد آمد و ما با اونها صحبت خواهم کرد. بیننده ما باشید در مهمان خدا. أنك للسعادة منهل ولكل آلاء المهيمن مصدر. يا أيها الشهر الذي آلاؤه شلال نور بالهدى يتفجر، آمنت أنك للسعادة منهل ولكل آلاء المهيمن مصدر. فبك الوجود تنورت آفاقه، فبك حسن الزكي المجتبى، هبة بها من العلي الأكبر. بولادة الحسن الزكي المجتبى، هبة بها من العلي الأكبر. بولادة الحسن الزكي المجتبى، هبة بها من العلي الأكبر. بولادة الحسن الزكي المجتبى، هبة بها من العلي الأكبر. اليوم قلب المصطفى ذو غبطات، وفؤاد حيدر باسم مستبشر. اليوم قلب المصطفى ذو غبطات، وفؤاد حيدر باسم مستبشر. اليوم روضة بنت طه المصطفى، للكون منها فاح مسك أثر. للكون منها فاح مسك أثر. اليوم قلب المصطفى ذو غبطة، وفؤاد حيدر باسم مستبشر. اليوم قلب المصطفى ذو غبطة،
وفؤاد حيدر باسم مستبشر. اليوم روضة بنتي طه المصطفى للكون منها فاح مسك أثمر، للكون منها فاح مسك أثمر. به ادامه برنامه مهمان خدا خوش آمدید. در بخش دوم برنامه قرار داریم. طبق روال برنامه مهمان خدا ما هر شب مهمانی خواهیم داشت در برنامه و صحبت خواهیم کرد پیرامون موضوعات متنوعی. امشب هم یکی از عزیزانی هست مهمان ما، از استادان بزرگ و برجسته شهر هرات، استادی که همه با او آشنا هستند، استاد افضلی هست در برنامه و ما در خدمتشان هستیم. صحبت میکنیم در رابطه با صحت و ماه مبارک رمضان و صحت از دید اسلام در ماه مبارک رمضان. استاد گرامی بسیار خوش آمدید و عرض سلام دارم خدمت شما. ماه مبارک رمضان هم مبارک. سلامت باشید، خدا حفظم. ممنونم از حضور شما استاد گرامی. ما طوری که مطرح کردم میخوایم در رابطه با صحت صحبت بکنیم، یک موضوع بسیار مهم، اما متاسفانه زیاد از دید اسلامی بهش دیدن نشده و تعریف هایی هم که انجام شده یا اموراتی هم که انجام شده بیشتر قالب دیگه ای را گرفته. حالان که وجود داره در اسلام، ما کتاب های برجسته ای داریم در رابطه با صحت در دین مقدس اسلام، حداقل از امامان معصوم داریم، طب الرضای کذی مثال هایی هست که میتونیم بزنیم و این موضوعات متداول دیگه ای که وجود داره در رابطه با صحت و اوضاع هم که شما میدونین اوضاع چگونه هست و کرونا هست و بعضی از مشکلات دیگه. اما ما میخوایم موضوع رو بسیار از ریشه شروع بکنیم که ببینیم تا به کجا میرسیم و چه صحبت هایی انجام میشه. اول از همه چیزی که میگم صحت یک تعریف قطعا داره دیگه، این تعریف از صحت اگر داشته باشیم. بسیار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اصحابه الاتقیاء المجاهدین. در آغاز عرض سلام و احترام دارم محضر حضرت عالی و همکاران فنی و همه بینندگان عزیز. امیدوارم که خداوند پاک به برکت ادعیه زاکیه پاکان درگاهش طاعات و عبادات همه مؤمنان روزدار را در این ایام و لیالی مورد قبول خودش قرار بده و جامعه انسانی و اسلامی را از ایبلیهی که به او مبتلا شدن انشاءالله با عافیت عبور بده و بتانیم زندگی معمولی و متعارف خود در سراسر جهان انشاءالله از سر بگیریم. این که فرمودید چه تعریف از صحت وجود داره، به هر حال ممکنه حالا از هر ایدهی، هر اندیشهی، هر مکتبی صحت به شکل خاصی در نظر بگیره، تعریف بکنه. در برخی از نگاه ها ممکن است اصلا بیماری ها برشون لذت بخش باشه و اصلا چیزی به نام بیماری رو به رسمیت نشناسن. به هر حال اون چیزی که بر اساس یافته های بشری در طول تاریخ به دست انسان رسیده و سازمان جهانی صحت و بهداشت برش تاکید داره، سه بعد اساسی برای سلامت مطرح میکنه. یکی سلامت جسمانی، یکی سلامت روانی و سومی هم سلامت اجتماعی. ما کسی را میتونیم بگیم سالم، صحیح، بیمار نیست که در هر سه زاویه و در هر سه بعد سلامت داشته باشه. سلامت بدنی یعنی گرفتار یک مرض لاعلاج و مشکلداری نباشه و در ابعاد مختلفش تمام اعضا و جوارح بدنش گرفتار مشکل نباشه. به لحاظ روانی هم در عرصه های مختلف باورها، عواطف، احساسات، هیجانات به گونه‌ای باشه که گرفتار چالش نباشه، گرفتار بیماری نباشه، بیماری های مزمن مثل افسردگی، استراب، استرس و چیزهای دیگری که احیانا اگر به صورت مزمن در آمد مشکلات رو برای انسان بر همراه داره و انسان زمینگیر می‌سازه. شاید و اندازه مشکلات جسمانی انسان زمینگیر نسازه که مشکلات روانی زمینگیر میسازه. امید از آدمی گرفته شه، نشاط گرفته شه، آرامش گرفته شه و وقت انسان بیمار به حساب میاد. و به لحاظ اجتماعی هم انسان بیمار انسانیه که از روابط اجتماعی مطلوب برخوردار نیست.
ارتباطات اجتماعی موفق و مؤثری نداره و در این زمینه مشکل داره که بتونه در ارتباط با دیگران ارتباط مؤثر و بهینه‌ای داشته باشه و روابطش روابط سالمی باشه. اینا ابعاد مختلفیه که در بخش صحت میشه برشمرد و اجمالا به نظر میرسه تعریف خوبی میتونه باشه، تعریف جامعیه که ابعاد مختلف انسان در نظر میگیره. چون ما وقت انسان ملاحظه میکنیم، این انسان یا جسمشه، بله، یا روانشه که روانش هم در اون بخش‌های مختلف مورد توجه قرار میگیره، عقلش، عاطفه‌اش، احساسات و هیجانش، یا ارتباطات اجتماعیه که انسان چون موجود اجتماعیه و ناگزیر از زندگی در اجتماع، به هر حال در این زمینه باید پایه‌ها، مبانی و مبادی و عناصری که اثر داره در صحتش مورد توجه قرار بگیره. دین هم در این زمینه ای تعریف مخالف با دین نیست، میتونه مورد پذیرش، یعنی دین همین تعریف به نفع قبول داره، مخالف نیست، بله، میتونه اینو به رسمیت بشناسه. پس حتما نظراتی هم داره در رابطه با ابعاد دین. در ابعادی که بیان شده بالاخره یک سلسله سفارش هایی داره، توصیه هایی داره که توصیه ها در هم ابعاد مختلف اگر مورد توجه قرار بگیره بحث سلامت و صحت قابل تامین. چه توصیه هایی استاد عزیز؟ خب بحث هایی که حال وجود داره در مسائل مختلف با در اون بخش مربوط به صحت جسمانی اگر مورد توجه قرار بدیم، حداقلش در چند زاویه و در چند بود تأکید بسیار جدی داره، در بحث تغذیه و در بحث ورزش. بله. روی هم رفته سبک زندگی، اسلام دنبال اینه که سبک زیستن آدمی سبک خاصی باشه که بر اساس او سبک گرفتار بیماری نشه، گرفتار مشکل نشه. در مقام تغذیه، در مقام خوراک و نوشاک، از یک سلسله خوراکی ها و نوشاکی هایی که اینا موجب ضرر برای آدمی میشه، موجب زیان برای آدمی میشه، من کرده. بله. خوردن برخ از گوشت ها حرام دانسته شده، خوردن برخ از خوراکی ها حرام دانسته شده، نوشیدنی های خاصی حرام دانسته شده که جالبه، این خوراکی ها و نوشاکی هایی که حرام دانسته شده گاهی هم ضرر جسمانی داره و هم ضرر روانی و عقلانی داره. مثلا بحث شرب خمر از اون چیزاییه که هم ضرر جسمانی داره، مشکلات رو به بار میاره و ممکنه موجب مرگ آدمی شه، موجب نابینایی آدمی شه، موجب کار نکردن حواسش بشه و حافظش از دست بده، در نهایت عقلش از کار میندازه و در حقیقت سلامت جسم و روان هر دو با همی قابل تأمین و قابل تضمینه. از طرف دیگه خب انسان با تن پروری مخالفه، ولی با حفظ و صحه شدیداً مورد تأکید قرار داده و تأکید کرده برای که مراقب باشید که بدنتون امانته و در این امانت تصرفهای بیجا نداشته باشید. توصیهش در خوراک اینه که تعادل باید رعایت شه، از اونایی هم که حلال هست تعادل درش باید رعایت شه، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. حالا این اسراف هم مسئله اجتماعی رو میرسنه، هم از طرف دیگه بحث مربوط به صحت بدن مورد دقت قرار میده که اگر احیانا انسان در خوراکی ها به سمت افراط و تفریط حرکت کرد ممکنه گرفتار بیماری شه. اسلام این قبول نداره، نه به اون اندازه که احیانا کسی هیچی خوراکی و نوشاکی های گوارا و مطلوب ازش استفاده نکنه قبول داره، و نه از دو طرف ای که زیاده روی شه. شما دیگه آشنا هستید، بینندگان عزیز هم در این زمینه ای شناخته دارن که برخ از یاران ارجمند رسول گرامی الهی بعد از شنیدن آیات مربوط به قیامت و مسائل معنوی و اخلاقی و ترجیح آخرت بر دنیا سعی کردن بسیار از چیزها رو بر خودشون حرام کنن، گوشت نخورن، بوی خوش استعمال نکنن، مباشرت با همسرانشون نداشته باشن و مسائل دیگری از این دست. بله. حضرت پیامبر آمدن فرمودن که من که از پیغمبرتونم هم گوشت استفاده میکنم، هم بوی خوش استفاده میکنم، هم مباشرت با همسرانم دارم و هم زندگی معمولیم دارم. ای تفریط در این زمینه یا افراط‌گرایی در ناحیه نخوردن، و او طرف هم کسی که میخواد به مرز انفجار بخوره و بیاشامه، اینم قابل قبول نیست. حتی در برخ از تعابیر روایی اینو داریم که افرادی که او اندازه میخورن و تا به مرحله آروغ زدن میرسه، بله، مکروه ترین و نامطلوب ترین چیز در رفتارشون به حساب میایه از این جهت. خب پس در بحث مسئله مربوط به بدن، صحت جسمانی، در خوراک و نوشاک توصیه هایی داره، برخی چیزها رو منع کرده که نباید خورده شه، آشامیده شه،
و از او چیزایی هم که اجازه داده اینا رو هم گفته باید به اندازه مصرف بکنیم. واقعیت قضیه اینه که بسیار از بیماری هایی که ما امروز داریم به لحاظ جسمانی، حالا ما اینجا جسارت نکنم در پادر کفش طبیبان نازنین که همین روزا باید دستانشون رو بوسید با توجه به زحمت هایی که میکشن در مقابله با کرونا، پادر کفش عزیزان نکنم، اما بخش عمده بیماری های جسمانی ما ناشی از سبک زندگی ما در باب تغذیه است. وقتی میزان استفاده ما از مواد غذایی بیش از اندازه میشه، بیش از حد میشه و در خوراک و نوشاکمون او دقت لازم نداریم، انواع بیماری ها داریم. امروز ما با فشار خون مواجهیم، با چربی خون مواجهیم، با قند خون مواجهیم، با بیماری های تنفسی مواجهیم، با بیماری های قلبی عروقی مواجهیم، بیماری های کلیوی مواجهیم، بیماری های مغز و اعصاب مواجهیم. اغلب اینا رو وقتی نگاه میکنیم برمیگرده بخش عمدش به تغذیه. و برخ از پزشکان محترم این نکته رو بیان میکنن که اون چی که در سر پیدا میشه به لحاظ اعصاب و روان، ریشهش باید در شکم جستجو کرد. برخ از مشکلات که احیانا در شکم و معده احیانا وجود داره، ریشهش باید در سر جستجو کرد. یعنی فردی که به لحاظ روانی افسرده میشه وقت زخم معده میگیره، این طرف هم احیانا اگر شکم قبرستان حیوانات شد و انواع خوراکی ها و نوشاکی های جور و جور مورد استفاده قرار گرفت، اون وقت ممکنه که مغز آدمی گرفتار مشکل شه. خب شما امروزه اگر ملاحظه بفرمایید اونچه که در باب ریشه این ویروس منحوس و پلید گفته میشه که به هر حال از خوراکی های اهالی چین به وجود آمده، خب نگاه میکنیم که اگر او توصیه های اسلام در باب گوشت ها و لحوم مورد توجه قرار بگیره و در بحث ذبح حلال و ذبح شرعی و مأکولات شرعی، وقت بسیار از مشکلات حل میشه. اما استاد عزیز یک سوال هم اینجا پیش میاد، خیلی وقت وسط حرف شما پردم، این که مثلا اسلام همچین چیزی رو گفته برای جامعه اسلامی و دیاویه، حالا میگیم که غالب مردم حالا رعایت نمیکنن دساتیر اسلام، حالا خورد و خوراکش که یک طرف، همین غذاهایی که حلال بوده، یعنی حلال بیان شده، گفته شده که حلال راحت میتونن استفاده بکنن، الان اگر استفاده میکنن با همون ها هم حتی یک مشکلات ایجاد میشه برشون. آیا نحوه پخت و پزشون مشکل داره یا نه، یا استفاده کردن کامل الان؟ ببینید ما چون این بحثا بحثای تخصصی میشه و در حوزه تخصصی من نیست که در این زمینه اظهار نظر کنم که آیا پخت و پز با شیوه های مختلف میتونه تاثیر داشته باشه یا نه، اما اجمالا او چیزی که اطلاعات عمومی ما اجازه میده میتونم در این زمینه اظهار نظر بکنم. ببینید فست فود ها و او چیزایی که به اصطلاح غذاهای حاضری و آماده که مورد استفاده قرار میگیره، انواع بیماری رو با خودش داره. اگه بخوایم خب یک بخشش همینه، اینا حلالن منتها در شیوه پختش به گونه پخت میشه، به گونه طبخ میشه که برای دستگاه گوارش مشکلات به بار میاره. این میتونه باشه و در اندازه مصرف هم میتونه باشه. وقتی ما میاییم غذاهای شور و شیرین بیش از حد استفاده میکنیم و ذائقه من تغییر پیدا کرده و او غذاهای سنتی دیگه مورد میل نسل نو ما نیست، انواع بیماری ها هم به خودش به همراه داره. بله هم میتونه در شکل پختن باشه و هم در شکل در مقدار خوردن باشه، هر دوتا میتونه در این زمینه مؤثر باشه و بدن آدمی تحت تأثیر قرار بده. برمیگردم به شما استاد عزیز با بخش بعدی، انشالله در رابطه با او دو بعد دیگه هم صحبت میکنیم. استاد گرامی ببخشید، بینندگان عزیز با هم بریم یک بخش ببینیم، بعد از او همچنان صحبت ما ادامه داره در رابطه با صحت و کارشناس برنامه هستن استاد افضلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. قرآن دوستان عزیز و بزرگوار، سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر میکنم یک برنامه دیگه در خدمت شما هستم و یک آیه از قرآن بر شما میخونم و معنی میکنم. در ماه رمضان، ماه قرآن، بهار قرآن و بهار نیایش و گفتگو با خدا، جای گفتگو با خدا، وقت گفتگو با خدا، زمان حرف زدن با خدا، ماه مبارک رمضانه. خیلی خیلی دلها نزدیک به خدای متعال در ماه مبارک رمضان. از خدای متعال اینجا ما باید تقاضا کنیم، درخواست کنیم. چی درخواستایی بکنیم که به درد ما بخوره؟ گاهی وقتا ما خیلی درخواستایی میکنیم به درد ما نمیخوره، فایده نداره او درخواستا، مستجابم بشه خیلی به درد ما نمیخوره. ای به ما یاد داده که چی درخواستایی بکنیم. قرآن کریم به ما یاد داده چی رقم با خدا حرف بزنیم. آیه 41 سوره مبارکه ابراهیم توجه کنین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا یعنی پروردگار ما، اغفر لی ولوالدی، مرا ببخش دیگه، ولوالدی پدر و مادر مرا ببخش، مغفرت کن، وللمؤمنین تمام مؤمنان ببخش، یوم یقوم الحساب روزی که حساب برپا میشه. ببینین عزیزان و سروران گرامی، در این آیه شریفه حضرت ابراهیم به ما یاد داده که این کارو بکنه. ربنا اغفر لی، اول تقاضای مغفرت برای خود خود میکنه، خدای من رو ببخش. مغفرت چیه عزیزان؟ مغفرت به معنای پوشش در اصل. وقتی یک مثلا میگم دیوار سیاه شده، شما گچ میکشین بر روی او، سیاهی همه چی میشه؟ پوشونده میشه. عرب به این میگه مغفرت. وقتی میگیم خدای متعال مغفرت بکنه، یعنی گناهانی که ما کردیم بر روی چیز بندازه، اینا رو نبینه، به اینا توجه نکنه، اینا رو بپوشونه، انگار اصلا چیزی نیه. میگیم خدای من رو ببخش، من اشتباه کردم، خطا کردم. باید از خدا بخوایم. ماه مبارک رمضان ماهیه که انسان از خدا باید طلب مغفرت کنه. ولی والدیه تقاضای دوم اینه که بره پدر مادر ما ببخش، پدر مادر من مغفرت کن، اونا خطای اینا رو نادیده گیر. پدر مادر خیلی اهمیت دارن، ما بره پدر مادر باید دعا کنیم، ضمن ای که احترام میکنیم به پدر خود، به مادر خود، دست اینا رو بوس میکنیم، حرف اینا رو گوش میکنیم و احسان و نیکی به اونها میکنیم، باید تقاضای مغفرت هم برونا بکنیم. حتی اگر پدر مادر ما با ما بدی کرده باشن، پدر مادر ما به ما جفا کرده باشن، برخورد تند و اخلاق تند با ما داشتن، ما از خود خواه آزرده کرده باشن، بازم ما نباید آزرده بشیم، ناراحت بشیم، بازم از خدای متعال بخواییم که خدایا پدر مادر مرم ببخش. خیره، اشکال نداره، هر ظلم و ستمی هم اگه ما پدر مادر ما کردن، ما اونا رو نادیده میگیرم، خدای تو نادیده بگیر. ولی المؤمنین، خدایا همه مؤمنین ببخش، همه انسان ها، زن و مرد، هر کسی که به درگاه تو آمده و به تو ایمان آورده، حالا خطایی کرده، اشتباه کرده، یوم یقوم الحساب، روزی که حساب برپا میشه، روز قیامت، روزی که اعمال انسان محاسبه میشه، روزی که انسان اعمال انسان رو به دست انسان میدن، نام عمل انسان رو به دست انسان میدن و خطاها و اشتباه خود انسان در روز میبینه. چقدر سخته و دشواره که انسان او روز متوجه گناه ها و معصیت ها و نفرمانی خوب بشه. او روز واقعا روزیه که دیگه سخت و دشواره. از همی الان از خدای متعال میخواییم، خدایا ما گناهانی کردیم، یاد ما رفته، فراموش کردیم، به یاد ما نیه، تو اونا رو ببخش که روزی که حساب برپا شد دیگه ما گناه و معصیت نداشته باشیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار ما هم مرا، هم پدر و مادر مرا و هم تمام مؤمنان در روزی که حساب و کتاب برپا میشه و اعمال بندگان خود حساب میکنی، ما را ببخش. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا مهمان خداست و شما هم خوش آمدید. ادامه برنامه مهمان خداست. کم کم نزدیک میشیم به لحظات افطار. امیدوارم که کماکان با انرژی باشید و تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر افضلی هستیم و صحبت ما در رابطه با صحت هست. استاد عزیز، ما صحبت کردیم در رابطه با صحت و تعریف از صحت داشتیم که سه بعد درآمد مطرح کرد: یک بعد جسمانی، روانی و اجتماعی. بعد جسمانی رو نسبتاً صحبت کردیم، اگر مطلبی از او بخش نمانده، نظر دین در رابطه با بعد جسمانی صحت، اگر نظری از دین نمانده بریم به سراغ دو بعد دیگه و صحبت بکنیم نظریه دین در رابطه با بعد روانی صحت و همچنین اجتماعی صحت. خب نکته خاصی، البته نکته زیاده، منطقه نکته ای که میتونه تقریبا به یک شکلی پوشش بده و تناسب هم با زمانه ما داره که در ماه مبارک رمضان قرار داریم، بحث روزه است. وقتی گفته میشه صومو تصحو، روزه بگیرید تا صحت پیدا بکنید، جالبه که حالا این نکته رو در پایان دوباره بهش به یک شکلی شاید برگردیم، و اون این که با روزه هم صحت جسمانی قابل تأمینه، هم صحت روانی قابل تأمینه، و هم صحت اجتماعی قابل تأمینه. اما اینکه چگونه، انشاءالله بعد از اینکه صحت روانی و صحت اجتماعی بیان شد، بعد برمیگردیم دوباره با روزه مسئله رو انشاءالله مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم. بسیار خوب، پس الان در رابطه با بریم بخش روانی. حالا که ما در بخش اول هم گفتیم بعضی از همین چیزها با هم ارتباط هم دارن، همین بخش های صحت، مثلا خوراک با روان خیلی در ارتباط بود، حالا نظریه دین در رابطه با صحت روانی چه هست و چه توصیه هایی داره؟ ببینید، به طور کلی روان آدمی، حالا روان نفس بگیم، عقل بگیم، روح بگیم، روان بگیم، تعبیرهای مختلفه ولی حقیقت واحده بیان میکنه، هرچند یک مقدار ممکنه تفاوتهایی در این زمینه وجود داشته باشه. بحث ذهن وقتی گفته میشه، یک نگاه روانشناختی و یک نگاه فلسفی به انسان در مقام انسان شناسی. وقتی فراتر از ذهن سراغ نفس میریم، نگاه دیگریه. وقتی از نفس بالاتر سراغ روح میریم، نگاه دیگریه. حالا معادله های انگلیسیش میدانید، انسان در حقیقت همین 4 تا ساعت حداقل میتونه داشته باشه، یا 4 تا نگاه عمده ای که نسبت به انسان هست: بدن هست یا بادی، ذهن هست یا مایند، و نفس هست به معنای سول، و روح هست به معنای سپیریت یا اسپریچوالیتی یا معنویت. خب وقتی روح گفته میشه، همه اینا رو با خودش داره، یعنی هم ذهن داره هم نفس داره. ولی وقتی ذهن گفته میشه، روان گفته میشه، ممکنه او مدارج و مراحل بالاتر چندان مورد پذیرششون نباشه. اما روی هم رفته دیگه، اینجا اصطلاحات و تعابیری که وجود داره، نیازی به این که کشمکش هایی که در این مفاهیم وجود داره وجود نداره که ما بخوایم اینا رو بررسی بکنیم و بیان بکنیم. اجمالا هر چی که میخوای باشه، اسلام وقتی آمده دستورها و توصیه هایی که داره در بخش صحت روان، هم از صحت جسمانی مایه میگیره و هم از مسائلی که به روان آدمی برمیگرده. بیشتر از نوشیدنی ها یاد کردم، عادت های بدی که در انسان میتونه به وجود بیاد، اسلام با اینا مخالفت کرده. عادت های بد، حالا چی؟ بحث نوشیدن مشروبات الکلی باشه، چه استفاده از مواد مخدر باشه، چه استفاده از حتی فضای مجازی باشه، اعتیادی که به فضای مجازی به وجود می آید، و احیانا همین روزا به دلیلی که قرنطینه و خانمانی و خانه نشینی مورد تأکید پزشکان محترم قرار داره، افراد به یک شکلی، اونایی که یک مقدار معنا از درونشون نمی جوشه، خودشون رو نمی تونن با مسائل معنوی سرگرم بسازن، با خواندن کتاب سرگرم بسازن، رو میارن به فضای سایبر، رو میارن به تلویزیون، رو میارن به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. اعتیاد به اینها هم حتی برای سلامت روان آدمی مضر، و هر مکتب اخلاقی و هر نظام اخلاقی نسبت به این قضیه حساسیت داره. حتی موسیقی، حالا موسیقی های حلال میتونیم داشته باشیم، من اینجا وارد بحث های فنی و تخصصی موسیقی نمیشم، ولی موسیقی هایی که حداقل مبتذله، موسیقی هایی که
انسان دعوت میکنه به سمت تباهی اخلاقی، به سمت بیبندوباری، این موسیقی ها برای روان آدمی ضرر داره. عادت های بعد اسلام میگه نباید داشته باشید. از خوراک شروع شد، نوشیدنی شروع شد، بله، مشروبات الکلی تا برسه به بحث مربوط به مواد مخدر، موسیقی و فضای مجازی، اعتیاد به فضای مجازی. هر یک از اینها عادت های بدیه که عقل آدمی رو، سلامت روان آدمی رو به خطر میندازه. بله. در کنار اینها به هر حال روح آدمی نیاز به یک جلا داره، نیاز به یک صیقل داره، نیاز به یک پاکیزگی داره. اسلام دعوت به دعا میکنه، دعوت به نیایش میکنه. اصل نیایش ادیان نیاوردن، نیایش در ذات بشر هست، فطرت بشر به سمت نیایش حرکت میکنه، دوست میداره که هر کجا جمالی میبینه، کمالی میبینه، نسبت به او جمال و کمال خاضع باشه، ستایش داشته باشه. انبیا آمدن شکل پرستش و شکل نیایش به آدمی آموزش داد. دین آمده به ما دعا رو یاد داد. خب وقتی انسان دعا میکنه، در این دعا کردنش صیقل پیدا میکنه، روحش آرام میشه. ما بحث توبه رو داریم. خب انسان به هر حال بخوایم یا نخوایم یک سلسله کارهایی انجام میده، کارهایی که نامطلوبه. حالا گاهی از جنس حسرت، گاهی از جنس پشیمانی. یعنی گاهی هست که انسان برخ لذتهای را میتونست ببره نبرده، حسرت میخوره، و گاهی کارهای بدی را میتونست انجام نده، انجام داده، پشیمان میشه. در این پشیمانی ها بالاخره گاهی حق مردم ضایع شده، گاهی حق خداوند ضایع شده. حق الله و حق الناس. خب در همچه حالت انسان یک مدت که میگذره عذاب وجدان میگیره، روحش ناآرام میشه، روانش اضطراب پیدا میکنه، بله، دلهوره پیدا میکنه، چی خواهد شد؟ در همچه حالت دین آمده به ما دعوتی به چی کرده؟ دعوتی به توبه کرده. این توبه که میکنیم، البته خب حق الناس ها باید نسبت به هر کسی که حقشان ضایع شده، اجحافی در حقشون صورت پذیرفته، حق ها باید به اونا برگردانده شه. حق الناس ها، حق الله توبه هست. و توبه جایگاهی که داره، یک سبکی بر انسان میده که هیچ قابل وصف نیست. بالاخره ماه مبارک رمضان فرمود الا و ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. در زندگیتون گاهی نسیم رحمت الهی وزیدن میگیره، نسبت خودتون در معرض این نسیم رحمت الهی قرار بدید و ازش روی گردان نشید. حالا ماه رمضان ماه توبه است، بله، ماه تراوت جانه، ماه صیقل دادن به دله. خب انسان وقتی شروع میکنه به توبه کردن، بعد میبینی سبک میشه، سبک میشه. پس توبه یک از ابزارهای صحت روانه. دعا یکش بود، نیایش، نماز، عبادت یکشه. و از اون طرف هم خدمتتون عرض کنم بحث مربوط به توبه چیز دیگر. از طرف دیگر مهمترین دغدغه آدمی بیماری هست و مرگ. بله، هر مشکل دیگر برای انسان قابل حل، هر اضطراب و استرس دیگر به یک شکل قابل حل، ولی وقتی انسان نسبت به مرگ دقت میکنه، وقت به یک مشکلی برمیخوره، زندگی به نظرش پوش جلوه میکنه. بله، آرامش روانش به هم میخوره. وقتی آرامش روانش به هم میخوره، وقت گرفتار بیماری هم روانی میشه، هم بیماری جسمانی میشه. بله. خب اینجا دین آمده برای انسان با بیان یک سلسله حقایقی و پرده برداری از یک سلسله حقایقی انسان آرام ساخت، و اون این که مرگ پایان زندگی نیست. مرگ انسان در حقیقت چطور وقتی از مادر به دنیا میایه، در این دنیای وسیع پا میگذاره، درست استراب داره، اون مهمترین ضربه ای که به انسان وارد میشه در بعد از تولد هم خود تولده، برش بسیار سخته، ولی بعد میبینی که نه، سخت نیست. مردن هم به همین حالت، به همین حالت. و وقتی این باور و این نگاه در زندگی آدمی ورود پیدا میکنه، اون وقتی انسان آرامش پیدا میکنه، انسان دیگه گرفتار استراب نمیشه، گرفتار مشکل نمیشه. بیماری هم به همین حالت. بیماری وقتی که سراغ آدمی میایه، انسان اگر نسبت به بیماری یک نگاهی درستی داشته باشه، بالاخره من یا گناهی قبلا انجام دادم، حالا بیمار میشم، این بیماری میتونه کفاره او گناه ما باشه، اینجا پاک شد، دیگه نیاز به اینکه در او دنیا مورد مؤاخذه قرار بگیرم وجود نداره. خب انسان وقت به این نگاه
خیلی راحت کنار میایی. یا نه، در حقیقت اینجا به من یک رنج رو میرسانه تا میزان صبرم سنجیده بشه. سنجیده بشه و این صبوری ما خودش پاداش داره. خب وقت به بیماری نگاه داشته باشه میبینی که چی اندازه آرام میشه انسان. بحث مربوط به پیری هم همینطوره. وقتی شما نگاه میکنی بخش عمده ای امروز مشکلات که حالا به حمدالله بیماری کرونا در جامعه ما اثرش کم بوده، ولی در مغرب زمین شما نگاه میکنید خیلی جان ستانده، خیلی آدم ها جانشون از دست دادن. یک دلیلش اینه که آدم ها کهنسالن، سنشون بالاست. چون سنشون بالاست دیگه اون نشاطی که داخل خانواده ها وجود داره رو ندارن. در یک محیط خارج از خانواده زندگی میکنن، یا در خانواده مگر هستن چندان مورد مهر و محبت قرار نمیگیرن. ولی اسلام سفارش کرده به ما در مورد پیری چی گفته؟ اون چی که نسبت داشته به پیامبر نازنین اسلام فرمود، این من اجلال الله تعالی اکرام و ذی شیبت المسلم. یک از نشانه های یا یک از مصادیق اجلال و اکرام خداوند سبحان احترام گذاشتن به آدم موسفیده، بانوی کهنسال، آقای کهنسال، به تعداد موهایی که او سپید کرده به همون اندازه انسان میتونه عبودیت خدای پاک در چهره او ببینه و ربوبیت الهی رو ببینه. و وقتی که به حالت هست او پیرمرد و پیرزن، انسان رو به یاد خدای پاک میندازه. احترام به او به همه سفارش شده. یکی گفته شده از ما نیست کسی که بزرگانش رو محاسن سپیدان و موسپیدان رو اکرام نکنه و به کوچکترها شفقت و ترحم نداشته باشه. و این در حقیقت یک آرامش میاره. خب من پیر بشم چه اتفاق میفته؟ فرزندان ما نسبت به ما رسالت داره، مسئولیت داره. جامعه مسئولیت داره. وقتی پیرم بشم دغدغه ای ندارم. اینه که اون وقت انسان پیری هم برش میشه گرفتار مشکل. از طرف دیگه انسان در کارهایی که انجام میده که در کارهاش دشواریایی داره، سختیایی داره. در این سختی ها وقت یک چیزی به نام توکل آمده. شما ملاحظه میفرمایید وقت انسان کار رو انجام میده، توکل معنی این نیست که من بشینم دیگه سپردم به خدا، هر چی که پیش آمد خوش آمد، هر چی خدا خواسته باشه همون بشه. نه، توکل اینه که تو حرکت بکن، تلاش بکن، زحمت بکش و وقت بسپار به خدای پاک. و ما یتوکل علی الله فهو حسبه نعم الوکیل، خداوند پاکه. در این حالت او توکل وقتی که آمد باز به ما آرامش میده، چون من کارم انجام میدم، زحمتم میکشم، تلاشم میکشم، ما بقیش دست خدای پاک. کار خیر میخوام انجام بدم، به جای میرسه یا نمیرسه توکل به خدا. شد شد، نشد مؤاخذه نمیشم، خداوند پاک خودش دیده. میدانم ذره ذره کارهایی که انجام میدم همه مورد حساب و کتاب قرار میگیره، در نتیجه هیچ مشکلی نداره. از طرف دیگه افراد ممکنه به این ذهنیت باشن که ممکنه پایان زندگی پایان خوشی نباشه، لذا افسردگی میگیرن. بله. به پوچگرایی میرسن، به نهیلیسم میرسن. اما دین چی میگه؟ دین برمیگرده در این زمینه به ما میگه که نه، بعد از این جهان جهانی هست، یکی. ثانیاً هر کاری نیکی که انجام دادی ده برابر پاداش میگیری. من جاء بالحسنته فله عشر امثالها. بله. صدقه‌ای که شما دادی، خیراتی که دادی، دستگیری از مستمندان و بینوایانی که در این ایام مخصوصاً هم ماه مبارک رمضان و هم اسرت و تنگدستی مردم در ایام قرنطینه کرونایی، کاری که انجام دادی گم نمیشه. قرض الحسنه ای که دادی 18 برابر پاداش میگیری. کار بد انجام دادی یک کار بد یک کیفر داری، اما کار نیک انجام دادی یک کار نیک 10 تا حسنه، قرض الحسنه 18 برابر و همینطور کارهای دیگری که وجود داره. پس هر کاری که ما انجام میدیم این کارها در حقیقت نه چیزی از وجود ما کم میشه و نه چیزی از اموال ما گم میشه. وقتی که مال ما کم نشود، گم نشود، جان ما کم نشود، گم نشود، اینا کی باشه که توی تجارتی ضرر کنه؟ کیه که ضرر بکنه؟ خب پس اینا رو که نگاه میکنیم هر کدومشون در حقیقت او آرامش روان بر آدمی میاره، مخصوصا بحث یاد خدا بودن، ذکر خدا. ذکر خدا البته گاهی ذکر زبانیه. همینجا که نشستیم حالا بینندگان عزیز شاید دم افطار باشه، همزمان با افطارشون دعا میخوانن، همزمان با افطارشون ذکر میگن، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این ذکر لسانیه، ارزش داره، برکت داره. مهمتر از اون ذکر قلبیه. ذکر قلبی یعنی در همه حالات یاد خدای پاک باشه، در همه حالات. روزه وقتی که میگیرم، این روزه ایم غیر از روزه جسمانی که امساک از خوراکی و نوشاکی و مباشرت مسائل از این دست دارم، روزه قلبم باشه، روزه روح روانم باشه. خب وقتی که به این حالت شد، یعنی به تمام وجود من
یاد خدا هستم، به ذکر خدا، وقتی آرامش میده به آدم، اون معنویت در حقیقت ورود پیدا میکنه به زندگی من. هم امیدوارم به رحمت الهی، هم نشاط دارم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همه جهان آیت الله، به این نگاه به جهان نگاه میکنم، وقتی که سختی نمیبینم، سختی هایی که وجود داره، این مع العسر یسر، هر سختی که هست بالاخره از پای هر سختی یک آسانیه، هر چیزی که میبینم بالاخره اینا زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت، هر که شد کشته اون یک سرانجام افتاد. وقتی نگاه میکنم در دستگاه آفرینش هیچی گم نمیشه، من یه عمل مثقال ذره خیر یره و من یه عمل مثقال ذره شر یره، مشکلی ندارم، مشکلی ندارم. دستگاه آفرینش، نظام آفرینش، قوانین آفرینش حامی منه. وقتی حامی انسان مؤمن باشه، در اون حالت دیگه انسان آرامش روانیش تأمینه، تضمینه و مشکلی نداره. پس هر یک از بحثا، هم نیایش، هم توبه، هم عبادت، هم توکل، هم بحث مربوط به ذکر خدا، عناصر و مؤلفه های اساسیه که انسان به سلامت روان نزدیک میکنه و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارن از آدمی دور میسازه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، دل آدمی آرام میگیره. بلا آمده، کرونا آمده، بالاخره به دنیا این همه آسیب و این همه مشکل به وجود آورده، تلاشمونو میکنیم، وقایمونو داریم، قرنطینه رو رعایت میکنیم، از اون طرف هم سعی میکنیم که در این زمینه خودمونو بسپاریم به خدای پاک. ما نهایت تلاش میکنیم، اما دیگه ترس نداره، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، آخر سر ممکنه بمیریم، از این مردن که دیگه چیزی بالاتر نیست. ما رعایتمون کردیم و نشده، حالا بالاخره راههای مردن آدمی مختلف متعددی، یکش ممکنه به وسیله کرونا بره، منتها با همه رعایت بقیه شرایط که اگر اون مقدمات رعایت نکنم هم ممکنه ضامن جان خودم باشم، ممکنه آخر سرش مثل که کسی خودکشی میکنه به همون صورت منم گرفتار این مسئله بشم، و هم ممکنه ضامن باشم اگر من ویروس داشته باشم و به دیگران منتقل بکنم و دیگران آلوده بسازم، ممکنه قاتل به حساب بیایم. اما در عین حال با این حساب نهایت تلاشش داره، مراقبت ها رو میکنه، انجام میده، و در برخ از موارد برای رفع گرفتاری های مردم به بیرون از خانه ممکنه بره، گرفتار بشه، وقت توکل به خدا، مشکل خاصی وجود نداره. بسیار خب استاد، از بر میگردیم، هرچند در رابطه با همین مسائل یک شبهه هم وارد میشه، انشالله بعد از وقفه با هم صحبت کنیم. عزیزان بیننده، با هم بریم یک بخش دیگر رو ببینیم، کم کم نزدیک میشیم به لحظات افطار. کماکان بیننده مهمان خدا باشید و ما هستیم و صحبت میکنیم در رابطه با مبحث شیرین صحت و توصیه های دینی در رابطه با سه بعد اساسی صحی. برنامه ما همچنان ادامه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه استقلال. طاعات و عبادات شما عزیزان قبول. در این مدت کوتاه برنامه ما سعی داریم با کمک همکاران عزیز از هر کدام از حبوبات، سبزیجات و میوه‌جاتی که شما عزیزان در دسترس دارین، خواص و خصوصیات درمانی و فوایدی که به وجود انسان داره به شما عزیزان معلومات بدیم. در این بخش از خرما که به عنوان افطاری استفاده میکنین و این خرما چه خصوصیاتی داره به شما عزیزان معلومات بده. طبع خرما، طبع خرمای خشک گرم و خشک هست و طبع خرمای تر گرم و تر. خصوصیاتی که خرما داره و به افطار هم بسیار هم ثواب داره به اصطلاح از نظر روایت، و هم مقوی بدن هست که دارای انواع و اقسام مواد معدنی می باشد، از جمله ویتامین آ، بی و عناصر آهن، پتاسیم، کلسیم، فسفر، یود، منیزیم و گوگرد می باشد. این مواد و از نظر مواد غذایی غنی ترین مواد غذایی هست که ما میتونیم از او استفاده کرده. چون متاسفانه محصول کشور خود ما نمی باشه، گیاه از خارج وارد میشه به افغانستان، خب گران قیمت هم هست به این وقتا.
ولی خب به خاطر ای که ما بفهمین از این مواد غذایی چه سودایی رو میتونیم ببرین، به شما عزیزان معلومات میده. خرما ملین هست، یعنی ملایم کننده معده در بحث به اصطلاح راحت کار کردن کار معده، خلط آوره. اگر ما خرما رو با شیر استفاده بکنین، به کنار ای که به اصطلاح دفع خلط بلغم میکنه، هم سینه رو پاک میکنه و هم سردیر از معده و دستگاه گوارش پاک میکنه. شیر افزا هست. خانمایی که به خصوص خانمایی که طبع سرد بلغمی و یا طبع سرد خشک دارن و طبیعتاً شیر اونا صاف هست و بچه شیر میدن، برای تقویت شیر خود و ازدیاد شیر خود از خرما میتونن استفاده کرده، به خصوص خرما با لبنیات اگر استفاده بکنن، هم شیر مادر زیاد میکنه و هم برای بچه غذای مقوی میتونه باشه. دافع بلغم هست. بلغم ماده ای هست که یکی از ضروریات بدن هست از نظر طب اسلامی و طب سنتی، که بلغم اضافی که باعث دردهای مفصلی و یا خلط گلو و یا خلط در ریه و یا خلط در معده که افرازات ایجاد میکنه و یا در سر که چیرکی شدن سینوس ها به اصطلاح اتفاق میفته، مصرف خرما به صورت خوراکی دفع این ماده بلغم رو میکنه و به اصطلاح ضد بلغم هست. زهکش کبد هست. زهکش به معنی پاککاری کردن کبد. البته ناگفته نماند که گرم مزاجه باید در خوردن خرما افراط نکنن، به مقدار کم استفاده بکنن و یا خرما با ماست بخورن که بسیار مفیده. اما در سرد مزاجه کبد تقویت میکنه و پاککاری میکنه از سموم. ضد فلج هست، پیشگیری میکنه از فلج شدن اندام. مقوی قلب هست، چون پتاسیم خوبی داره و در ضمن قند از نوع لولوز و گلوکوز داره، هم تقویت قلب میکنه و هم تقویت اعصاب. که در بحث مصرف خرما در ماه مبارک رمضان، علاوه بر اینکه تقویت میکنه مغز و اعصاب، زود جذب بدن میشه و انرژیزا هم هست. برای حافظه بسیار مفید هست. کسانی که حافظه ضعیف دارن از خرما میتونن روزانه به مقدار کم، چی قبل از، چی در زمان ماه رمضان افطار و چی غیر از ماه رمضان، با صبحانه میتونن از خرما استفاده کرده و برای تقویت حافظه بسیار کمک میکنه. چون ویتامین آ و ویتامین بی بالای داره خرما، برای کسانی که ضعف دید دارن و یا میخواین که چشمای اونا تقویت بشه و به اصطلاح ضعیف نشه، میتونن از خرما استفاده کرده و هم برای تقویت چشم مفید هست و هم جلوگیری میکنه از ضعف حافظه. خرما به علت داشتن ویتامین های آ و بی برای چشم بسیار مفیده و سلولهای بدن در کل تقویه میکنه. پس بنابراین چون انرژیزا هست و زود جذب بدن میشه قند خرما و نیرو به بدن ایجاد میکنه، پس بنابراین بهترین مواد غذایی هست که میتونین از این روش از مصرف خرما سود ببرین. با قبول طاعت شما عزیزان، با التماس دعا. بخش پایانی برنامه مهمان خدا خوش آمدید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد افضلی هستیم و صحبت ما در رابطه با صحت هست و توصیه های دینی در رابطه با ابعاد صحی که استاد مطرح کردن. استاد عزیز، ما صحبت کردیم در بخش اول در رابطه با تعریف صحت، بعد ابعاد صحت صحبت کردیم. سه بعدی که بود، دو بعدش جسمانی و روانی رو صحبت کردیم، یک بعد اجتماعی هم مانده. اما قبل از اینکه وارد از این توصیه های دین در رابطه با بعد اجتماعی صحت وارد بشیم، یک شبهه وارد شد در بخش قبلی که در رابطه با دعا، نیایش، توبه، مرگ، اینطور چیزایی که مطرح شد. غالبا میگن که زمانی که میخواین دعا بکنین، نیایش بکنین، اینطور چیزایی غمگینی به وجود میاد، اشکی میریزید دیگه و دیگه. عزیزانی که میان اینجا دنبال یک چیزی هستن که حالا یک حرفی را حداقل بزنن به خاطر اینکه دین رو ضعیف نشان بدن، میگن که
همین خود همین قضیه مشکل روانی ایجاد میکنه، افسردگی ایجاد میکنه. چرا؟ چون همیشه غمگینید و گریه میکنید و ترسید. ببینید، گفت هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. ما مدل گریه داریم. گریه ناشی از ترس داریم، گریه ناشی از استراب داریم، گریه ناشی از غم داریم و گریه ناشی از شوق هم داریم. بله. و یک گریه معنوی هم داریم که روانشناسی در کشف این مسئله حقیقتش ناتوانه، در فهمی معنوی قضیه ناتوانه. بله. هرچند حالا امثال ویلیام جیمز در این زمینه در بحث نقش دعا در سلامت کارهای انجام دادن، الکسیس کارل در دعا و نیایش کارهایی که انجام داده به یک شکلی مسئله را بیان کرده، ولی روانشناسی تجربی در فهم این قضیه چندان موفق نبوده و نیست. چی خوبه؟ همین حالا ما دعوت میکنیم از او کسانی که نسبت به این مسئله دغدغه دارن که گریه های شبانه شما، آه دل شبتان، نیایش های بعد از نافله شب در سحرگاهانتان شما را افسرده میسازه. بیاین در همون لحظه حالات روانی افراد آزمایش کنن. اگر در طور تجربه و آزمایششون بخوای بیایه، میشه افراد بررسی کرد. افرادی که دیم و دنگ خودشونو دارند، حتی در ماه مبارک رمضان رفتارهای خاص خودشونو دارند و فکر میکنن که شادن، اینا رو هم بیاریم ببینیم. و او افرادی که گریه های شبانه شون هم هست، ناله های شبانه شون هم هست، دعا هم میکنن، مخصوصا دعاهایی که در سحر خوانده میشه. این دعاها رو اگر خوب مضامینشو دقت بکنیم، یک چیزی دیگری به آدمی میده. مناجات حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه در مسجد کوفه، ما اینایی که عرض میکنیم، خب مخاطبان عزیزان بیننده ممکنه به هر فرقه ای که باشن، اهل بیت محور وحدت همه امت اسلامیه، در این زمینه تردیدی وجود نداره. وقت سخن از علی ابن ابی طالب به میان میآید، کسی نسبت به حضرت علی و فرزندان رسول خدا هیچ گونه شک و تردیدی نداره، جزو افرادی که به هر حال حسابشون از حساب کل مخاطبه امت اسلامی جداست. مناجات حضرت علی در مسجد کوفه به نظرم میتونه برای ما چنان شادی و نشاط و آرامش بیاره که قابل وصف نباشه. خب اینا رو میشه افرادی که این دعاها رو میخوانن دنبال بکنن. کسانی که دعای کمیل میخوانن از اول تا آخرش ببینید چه اندازه سبک میشه. دعای ابو حمزه سومالی که حالا سفارش شده که در این ایام خوانده شه، و دعاهایی که در سحر از امام سجاد سلام الله علیه نقل شده که انسان باید بخونه اینا رو، قرائت بکنه، این آرامشش ببینید کجاست. افرادی که در دل شب بلند میشن، ناله های شبانه شون هست، دعاهاشون هست، ناله هاشون هست، ببینید اینا شادترن، آرامش بیشتر دارن یا بقیه. حالا من ادعا نمی کنم که من اهل دعا و اهل نیایش و اهل چیه، من میتونم با ما هر فردی که افراد میاین ادعا میکنن که همینا شادترین آدم هایی که در شهر میشه شناسایی کرد، بچه های مؤمن و پاکیزه رو ادعا میکنم که همینا رو ببرن آزمایش کنن، ببینید کدوم یکی شادتر. اونایی که ناله های شبانه دارن، دعا دارن، نیایش دارن، به یاد مرگن، نه اتفاقا جالب، فروید از دو تا غریزه اساسی در انسان سخن به میان میاره، غریزه مرگ و غریزه زندگی. بله. و معتقده که غریزه مرگ نگهبان غریزه زندگیه. ما ازش تعبیر میکنیم به مرگ اندیشی، ما ازش یاد میکنیم به یاد آخرت بودن، به یاد معاد بودن. اتفاقا به زندگی ما معنا میبخشه، زندگی ما رو سمت و سوی خاصی میده، جهت میده، مطلوبیت میبخشه، زندگی کیفی میشه، عمیق میشه، پرمحتوا میشه. وقتی زندگی معنادار شد، وقتی دیگه چیزی برای انسان مشکل نداره. ما اتفاقا جالبه، من این طرف قضیه رو میخوام بیان بکنم، با اون این که در جوامعی که اسیر تکنیک و صنعت شدن و فکرشون به این بوده که ما همه چیز رو از طریق تکنیک و صنعت میتونیم، از طریق علم میتونیم حل کنیم، امروزه بالاترین آمار مرگ و میرها ما همون جا داریم. در ایالات متحده که امروزه قطب صنعتی دنیا به حساب میاد، شما نگاه میکنید در یک روز ممکنه آمار مرگ و میرها روزانه بالای 1000 نفر تا 4000 5000 نفر آدم هم میرسه. اسپانیا و ایتالیا شما ملاحظه بفرمایید این حالتهایی که وجود داره. خب علم، حالا ممکنه علم بعدن بیاد مشکل کرونا رو حل بکنه، اما مسئله اینجاست که وقتی آرامش نبود، تکنیک صنعت برخاست، تاجران اومدن هر چی پیسه داشتن به خیابان رها کردن که پیسه هم دیگه نمیتونه واره نجات بده. بله. نمیتونه او در حقیقت او استرس آمد به جانشون، استراب آمد به جانشون، وقت آمد خلاص میشه، میترسه، نگرانی داره، مرگش اگر 10 سال آینده بود به 10 روز آینده نزدیک میشه. به این حالته
این وضعیت پیش میاد. اما شما نگاه میکنید وقتی و آرامش روان در انسان وجود داره، انسان خدا باور و انسان مؤمن، چیز برای از دست دادن نداره. و اتفاقا شما همین گریه ها رو پیشتر عرض کردم، اگر مورد آزمایش قرار بگیره وقت میفهمیم که چه اندازه در آرامش روان تاثیر جدی داره. این متاسفانه از او نکته های تاریک و نکته های مورد ابهام برای روانشناسیه که نتونسته هنوز نسبت به این مسئله ورود پیدا کنه. حالا مکتب های روانشناسی که راجع به معنا درمانی و معناکاوی حرف زدن، یک سلسله حرفایی رو بیان میکنه، ولی اون معنویت هم که گفته میشه، اون معنویت چه سنخ امور مادیه در حقیقت، به چی خودمون سرگرم کنیم، چی کار انجام بدیم و تا معنا درمانی اتفاق بیفته و انسان بتونه از اون حالت بیرون بیاد. اما این آرامش که انسان یک پناهگاهی داره به نام خداوند سبحان و بعد میدونه که در این زندگی این گهواره‌ای که داخل این تکان میخوره، یک طرفش به خدا وصله و طرف دیگرش بازم به خدا وصله، انا لله و انا الیه راجعون، این دیگه همه عالم محضر خدا میبینه و در این حالت او آرامشش همیشه تامینه. و بعد با این گریه یک سنخیتی با خدای پاک پیدا میکنه، قرب معنوی پیدا میکنه، میتونه خودشو به خدای پاک نزدیکتر بسازه. خب قابل قیاس نیست، قابل محاسبه نیست. خب اینا بحثای فنی و تخصصی که البته در جای خودش باید دنبال بشه. همین اندازه علاوه برای شما باید. سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون که جواب دادید به شبهه. هم یک بخش دیگه هم ماند از ابعاد صحی، بعد اجتماعی، توصیه های دین در رابطه با بعد اجتماعی صحی چی هست استاد؟ ببینید آدمی در یک مقطعی از سن نیاز به مونث، نیاز به همدم داره، نیاز به کسی داره که با او عواطفش تقسیم کنه، با او ابراز احساسات کنه، ابراز محبت کنه. پدر در زندگی هست، مادر هست، برادر هست، خواهر هست، عمه، خاله، کاکا، ماما، با همه اینها. بله. اسلام یک چیزی به نام صله رحم را آورده که این صله رحم پیوند با خویشاوندان آرامش اجتماعی میاره. یک نکته. از طرف دیگر انسان در یک محیط زندگی میکنه که اون محیط همسایگانش حضور دارن، نسبت به همسایه سفارش کرده که شما بیایید یک کارهای را انجام بدید. خب وقت انسان نسبت به همسایه خودش تعامل نیک داره، رفتار نیک داره، غم و شادیشون رو با هم هستن، شریکن، ابراز غم شریکی میکنن، ابراز همدردی میکنن، در شادی های همدیگر میخندن، در غم های همدیگر محزون میشن، یک شبکه اجتماعی وسیع و وسیق آرامش به آدمی میاره. به هر کسی که شما میرسید، حالا متاسفانه این سنت ها فراموش شده، در هر کجا که به هر کسی میرسید به همدیگر سلام بکنید. این سلام کردن یک آرامش میاره، پیوند اجتماعی رو وسیق میسازه. یعنی که من به شما سلام میکنم، جانت، مالت، آبرویت، ناموست، هرچه هست از جانب من ایمن امنیت داره، محبت به شما میارم، سلام نام خدای پاک به شما تقدیم میکنم، پیوند میاره. بعد از اینا یک چیز شیرین تر که بسیار ارزشمندتره و خود شما الحمدلله همین روزا داماد شدید که شیرینیش هم ندادید، بحث ازدواج. ازدواج، ازدواج و وقت و من آیاتهی، ازدواج زن و مرد آیت الله هن، ازدواج آیت الله هن، عشق آیت الله هن. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. هم این میل و تمایلی که مرد و زن به هم دیگر دارن آیت الله هن، و هم عشقی که زن و شوهر به هم دیگر دارن آیت الله هن. ببینید بالاخره شما بالاتر از عشق دیگه در ارتباطات اجتماعی چیز نداری در رابطه میان فردی. خب ای در رابطه زناشویی وجود داره. جالبه جوامعی که دین کنار گذاشتن و انواع روابط فرازناشویی در او جوامع نهادی نشده، قانونی شده، همجنسبازی قانونی شده، ماستربیشن قانونی شده، پورنوگرافی مشکلی نداره، معشوق و معشوق بازی، عشق و عشق بازی غیر رسمی و غیر شرعی مشکلی نداره. شما نگاه میکنید واقعا یک استراب عجیب و غریب درشون وجود داره. اما وقتی شما میایید بحث ازدواج مطرح میکنید و اینکه دو نفر در حقیقت در ازدواجشون عبادت میکنن، در نگاه به هم دیگه عبادت میکنن، این دیگه چی آرامش میتونه برای آدمی بیاره؟ وقتی گفته میشه ببینید دین که نیامده همه چیزو در عرش بخواد، نه، اتفاقا همین زندگی فرشی شما رو به عرش میبره. ای که نسبت داده شده به پیامبر نازنین اسلام که فرمود نگاه کردن زن و شوهر به هم دیگه
مثل اعتکاف در مسجد میمانه. خب این یعنی چی؟ این وقتی که گفته میشه ان نکاح سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، ازدواج میشه سنتی پیامبر و در اسلام جایگاه بسیار والایی داره و هیچ بنایی مثل ازدواج مقدستر و مطلوبتر نیست، پس نشان میده که در این زمینه اسلام نسبت به صحت اجتماعی و یک انسان به لحاظ روابط اجتماعی احساسی تنهایی نکنه، احساسی یکگی نکنه، فوقلاده مورد توجه قرار گرفته. پس این شبکه اجتماعی و بعد از او طرف به عنوان مسلمان، شما در هر گوشه دنیا اگر یک انسان مسلمانی اگر فریاد استغاثه سر بده، باید نسبت به او چی داشته باشی؟ همدردی و مواساط داشته باشی. فراتر از او، از روابط دوستانه، فامیلی، همسایگی، همکیشی و همدینی بگذاریم، همی که انسانه، این که انسانه. بله. انسان در هر گوشه ای اگر گرفتار ظلم واقع میشه، گرفتار ستم واقع میشه، مشکلی برش پیش میایه، مشکلی اون مشکل خودت باید بده، نسبت به این مسئله حساسیت نشان میده. وقت نگاه میکنی این زندگی میشه یک زندگی لطیف، یک زندگی شیرین، یک زندگی دیگه. انسان به معنای واقعی کلمه میتونه خودشو در حقیقت در قلب معنا ببینه. و حالا شاید فرصتی نمانده باشه من برگردم به بحث روزه که چطور میتونه هر سه تا بعد میتونه تامین بکنه. ای که فرمود صوم و تصح و روزه میگیریم، صحت جسمانی ما تامین میشه. صحت جسمانی ما وقتی میخواه تامین شه، بالاخره دانش پزشکی امروز در اختیار باشه. بله، برای کسانی که ضرر دارن نگیرن. اسلام دینی کوچه بنبست نیست، کوچه پر از سیم خاردار و کوچه پر از خورده شیشه ای که پات بگذاری روی شیشه میگذاری به سرت او طرف تکان بدی به سیم خاردار میخوری، نه این نیست. کوچه تنگ نیست، یک شاهراه صراط مستقیم. برای کسانی که مشکل دارن اسلام گفته نگیرید، ولی او کسانی که میتونن وقت ببینید، بسیار از اون مشکلات عادت های بد کنترل میشه، جسم سالم میشه. در کنار عادت های بد، برخی از مشکلاتی که بر بدن به وجود آمده، دستگاه گوارش گرفتار مشکل شده، موارد مختلفی که بدن ما گرفتاریایی برش پیش آمده، با روزه درمان میشه. به لحاظ روانی روزه از عبادت هایی که هیچ ریا بر نمی داره. حدیث قدسی است که نسبت داده شده به خدای سبحان که فرمود الصوم لی و انا اجزی علیه، روزه برای من، مال منه و من خودم پاداش رو میدم، چون در روزه هیچ ریایی وجود نداره. ما اینجا نشستیم، بالاخره در طول از سحر تا شام فرصتی برای که انسان جای پیدا بکنه تا روزه رو بخوره وجود داره. بله. ولی کار نمیکنه. پس بنابراین روزه اختصاص به خدا داره، ریا بردار نیست. در نماز ممکنه از مشکلاتی ممکنه جامعه بر ما به وجود بیاره، کسی که نماز نمیخونه بهش دختر ندن، با او معاشرت نکنن، مباشرت نکنن، ازش چیزی نخرن، از مهمانی خانش نرن و مسائل از این دست. اما روزه رو کسی متوجه نمیشه. ولی وقتی کسی روزه میگیره، ببینید یه سلامت روانی میاره. روزدار وقتی که روزه داره، تا زمانی که به غیبت و مسائل از این دست منتهی نشده، چیکار میکنه؟ در حقیقت خوابش هم تسبیحه، نفس کشیدنش تسبیح، خوابش عبادت. و از طرف دیگر در همین روزه شما مسلم کسی را توان روزه داشت که درمانده ای را دهد نان چاشت. اگر احیانا شما نان چاشت مصرف نمیکنی، ای وعدته کنار بگذار. قبلا مصرف فرض کن در یک ماه یک خانواده متوسط مصرفش حالا هر مقداری که میشد، من نمیگم که چی مقدار، 10000 15000 20000، یک وعدش از همه اول کنار میگذاره. همین روزا که مشکلات وجود داره، اینا در اختیار بندگان خدا قرار میده. این بحث سلامت اجتماعی تامین، سخاوت، رایگان بخشیه. زکات که شما میدید جانتون تطهیر میشه، خب وقت سلامت اجتماعی میاره. با یک نکته دیگه که در سلامت اجتماعی فراموش کردم و که هم سلامت اجتماعی است هم سلامت روانی، اسلام یک سلسله آموزه های دیگه ای داره. گفته حسد نورز، غیبت نکن، تهمت نزن، نسبت به کسی بدگمان نباش. ای روانت سالم میشه، روابط اجتماعی هم چیه؟ تامین میشه. تامین میشه، سالم. روابط اجتماعی که غیبت کسی رو نمیگم، تهمت به کسی نمیگم، نمیزنم، بعد کسی را نمیخواهم، همگان را دوست میدارم، مگر زمانی که اثبات بشه یادم دیگه از مسیر حق و فضیلت منحرف شده که در اون حالت برش دعا میکنم تازه. بله. میشینیدم فحش و خر میراندم، رب یسر زیر لب میخواندم، هر دمی نالیدم از سوز درون، اهد قومی انهم لا یعلم.
بالاخره ما در همین شبها دعا شما دعا میخوانید بعد از نمازها، اللهم ادخل على اهل القبور سرور، اللهم اغن کل فقیر، نمیگیم فقیر مسلمان کل فقیر، اللهم اشبع کل جایه، اللهم اکسو کل اوریان. هر کسی که این نگاه وسیع وقتی که میاد به این وسعت خودش، وقت شما سلامت جسمانی تأمین بروزه، سلامت روانی تأمین، سلامت اجتماعی هم تأمین. بالاخره شما میفهمید در ماه روزه، میفهمید که چه مشکلات وجود داره. نه مثل او کسانی که روزهشون رو میبرن به هتل های چند ستاره یا به اقامتگاه های مجللی که اصلا تابستان و زمستانشون معلوم نیست، در فلان کشور اروپایی در کنار فلان جزیره میگذرن. نه، مسلمان واقعی کسیه که در کف جامعه با دیگران همزمان با بقیه نشست و برخاست داشته باشه و روزه بگیره و بعد بفهمد به چش طعم فقر و نداری و محرومیت و وقت از دل اینا بیه، یاد تشنگی روز قیامت بیفته و بعد سعی بکنه که دستگیری از مستمندان و بینوایان هم داشته باشه. اینا رو که نگاه میکنیم و وقت میفهمیم که دین در این زمینه چه برنامه جامعه نسبت به صحت و سلامت ما داره و چطور این سفارش ها رو اگر ما بهش دقت بکنیم، توجه بکنیم، میتونه سلامت ما رو ارمغان بیاره. من این نکته رو فراموش کردم در باب سلامت جسمانی، توصیه‌ای که به وضو گرفتن شده، توصیه‌ای که به غسل کردن شده، انواع غسل‌های واجب و مستحب، اون قدر میشه که دیگه انسان به لحاظ جسمانی وقت نگاه میکنیم طهارتش تأمین و تضمین. یکی دو دقیقه فرصت داریم استاد عزیز، فقط یک مطلبی در همه اینهایی که شما صحبت کردید، مخصوصا آسیب شناسی اجتماعی و روزه، تأثیر روزه در همه مشکل در رابطه با صحت اجتماعی، بدخلق میشن دی و ادهی هم ایرمه اندامن میزنن که به شدت روزه روی اعصاب تأثیر میذاره و کسی باش حرف بزنه یارو رد هیچی دیگه هیچی براش نمیذارن یا وارد جنجال میشن، این مشکلش از کجا؟ ببینید، بدخلقی که ناشی از گشنگیه یک بحث قضیه است، اما یکی افراد به طور کلی بدخلقن. جامعه ما به گونه ای که شما پشت چراغ سرخ اگر استاد شده باشی، حتی چراغ سرخ شما استاد شده پشت سرت میای به شما یک فحشی با او بوقی که میزنه میده. شما در سرک میری اگر کمربند بسته باشی به شما یک چشم قره عاقلم در سفیه نگاه میکنه و بعد یک متلک به شما میپرانه. ای که میزان صبوری ما، تحمل ما در کل یک مقدار پایینه، او برمیگرده به کل مسائل فرهنگی و عناصر تربیتی که وجود داره. اما ای که روزه بخواه، نه اتفاقا روزه شما ملاحظه بفرمایید، مخصوصا در دم غروب که میشه، دم افطار که میشه، که انسان دیگه کلا تواناییش از دست داده و یک شکلی در حقیقت حالت اصلا حوصله پرخاش هم نداره، حوصله تندی کردن هم نداره. جالبه، غضب به هر حال برمیگرده، یک از عادت‌های بد آدمیه، منتها با روزه انسان کار میکنه که همین غضب به حد اقل میرسه، هم حلم در آدمی بالا میره. ای که فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه، صبر ترجمه کردن، مصداقیابی کردن، در روایات شریف گفتن روزه است. روزه در او چیزی که در روانشناسی به عنوان هوش هیجانی شمرده میشه نقش اساسی داره. انسان میتونه در حقیقت خشمش رو کنترل کنه، مدیریت خشم بکنه، مدیریت احساسات کنه، مدیریت عواطف بکنه، مراقبه که حرفی که میزنه روزش باطل نکنه. کسی اومده به شما فحش میده، داری که فحش میده میگه خدایا من روزه ام، اگه روزه نبودم. با همین وقت خداوند فرشتگان رو موکل قرار داده که برای انسان روزه داری که به این حالت هست رضایت خدای پاک دنبال میکنه، دعا میکنه و دعای اونا ردخور نداره، چیزی که حالا در روایت نقل شده. خب وقتی همچین نگاهی نسبت به روزه داشته باشیم، بله اون کسانی که روزه جسمانی دارن بله بدخلق میشن، اما عرض کردم نه تنها روزه شکم بلکه روزه چشم و گوش و فراتر از روزه قلبم باید باشه. وقتی اینطور بود گفت نوم روزه، خواب روزه دار عبادت، نفس کشیدنش تسبیحه تا زمانی که غیبت یک انسان دیگر نکنه. خب وقتی غیبت میکنه، اگر روزه به معنای واقعی باشه، پس نباید بدخلقی. ما این قسمت نظام تربیت دینی ما یک مقدار متاسفانه آسیب داره، که کاش ما به این قسمت درست ورود پیدا میکردیم و دین به معنای درست کلمه به مردم آموزش میدادیم. آقا فقط گشنگی و تشنگی چشیدن نیست، همه این موارد باید باشه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پارسایی اگر بخوای بیای یعنی همون ذکر خدا در همه حالات. وقتی لبم میخواد باز شه برای اینکه به کسی فحش بدم، در همه حالت باید لبمو کنترل گاز بگیرم، کنترل کنم خودمو که فحش ندم به کسی. وقتی میخوام غیبت کسی بگم، همون لحظه کنترل کنم خودم. وقتی میخوام پرخاشگری کنم، تندی کنم،
هر رقم رفتار ناخوشایند و رذیلتانه همراه با رذیلت که از من میخواد صادر شه، اینا رو بخوام مدیریت کنم، اون وقت او به من واقعی کلمه میشه روزه داری. بله، روزه کسانی که از گشنگی و تشنگی خودشونو از خوراک و نوشاک دور نگه میدارن، اونا هم روزشون قبوله، شک نیست. اما تمام برکات روزه رو کسی میتونه بگیره که تمام اعضا و جوارحش، قلبش، گوشش، چشمش، حواسش، گفتارش، کردارش، همه اینها در حقیقت روزه داشته باشه، پاس خدای پاک داشته باشه. او وقتی که معنای واقعی کلمه از صوم لی و انا اجزی علیه یا اجزی به معنا پیدا میکنه و میتونیم از برکاتش بهره مند بشیم. سپاسگزارم از شما استاد گرامی. لحظات پایانی برنامه هست و من حیث آخرین چیزی که حسن ختام برنامه ما باشه، از شما میخوام بدانم که از خدا چی میخواید؟ خیلی حرف قشنگه. از خدا سلامتی برای همه انسان ها. من همون دعاهایی که وجود داره اینا رو خیلی دوست دارم. خداوند پاک رحمتش بر غضبش سبقت داره، رحمتش همه جا فرا گرفته. از خدا برای همه انسان ها عاقبت به خیری بخوایم، برای همه انسان ها هدایت بخوایم، برای همه انسان ها سلامتی بخوایم، امنیت بخوایم، برای مملکتمون صلح میخوایم، آرامش میخوایم. خسته شدیم، اوضاع احوالی که در این روزها کرونا و اندازه از ما آدم نمیکشه که جنگ میکشه، نفاق میکشه، برادر کشی میکشه. از خدای پاک امن و امنیت و ایمان و صلح و آرامش و رفاه و عدالت و آزادی برای همه انسان ها بخوایم. چلا که خدای پاک به برکت دعای نیک پاکان خلقش اونچه که خیر برای همه مقدر کنه. الله یامین. سپاسگزارم از حضور شما استاد گرامی که به برنامه آمدید. بینندگان عزیزی بود برنامه مهمان خدای امشب. تا فردا شب و لحظات افطار و مهمان خدای دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.